باورتون میشه ساسی فقط تو 24 ساعت اول از آهنگ جدیدش 400 هزار دلار یا همون 17 میلیارد تومان پول درآورده؟ سلام دوستان، من مهسا هستم، به کانال حواشی هنرمندان خوش اومدید. با یک ویدیوی جالب و جنجالی دیگه در خدمتتون هستیم. موضوع از این قراره که روز چهارشنبه 8 آذر ماه آهنگ جدید ساسی به نام برادران لیلا منتشر شد. نام ترانه از فیلم سینمایی توقیف شده برادران لیلا الهام گرفته شده و به نوعی ادامه همون آهنگ نرو سمیه که برگرفته از تکه کلام فیلم ابد و یک روز بوده. ترانه تازه ساسان حیدری معروف ساسی طبق آهنگهای اخیر این خواننده با تبلیغات آگهی بعد از 2 سال اعلان حضور کرد. استفاده کردن از نام یک فیلم مطرح و پرحاشیه و بازیگران فیلم مثل ترانه علی دوستی، متن و موسیقی عام پسند و کارهای قبلی این خواننده همگی دست به دست هم دادن تا تیزر ترانه روز جمعه 10 آذر ماه بالای 16 میلیون بار دیده بشه. اما مخالفان سبک و سیاق این خواننده همچنان مظنون این ترانه رو ترویج بی‌بندوباری و شکستن فضای فرهنگی و گسترش بی‌حجابی میدونن. یکی از این مخالفان داریوش فرزیایی یا همون عمو پورنگه که در واکنش به موزیک ویدیوی ساسی در اعتراض به موزیک جدید ساسی به نام برادران لیلا و بدآموزی این آهنگ برای بچه‌ها این پست رو در اینستاگرام خودش منتشر کرد. فاجعه پشت فاجعه، کمی وجدان داشته باشید، کاش کمی انسانیت حالتون بود. به اندازه کافی این روزا داغون و پریشون هستم، ولی با دیدن این کلیپ بیشتر دلم گرفت. نمیدونم چی تو سرتون میگذره، ولی لااقل به بچه های بیگناه و معصوم رحم کنید. به بهانه شادی چنین آثار بی‌محتوا رو به خورد این فرشته های معصوم ندید. من خودم عاشق شادی و ترانه های شاد کودکانه هستم، ولی نه به این قیمت. کمی وجدان داشته باشید. ناسلامتی شما خودتون تازگی ها پدر شدید. بیچاره بچه های ما که این وسط گیر افتادن و بیچاره کسانی که دغدغه کار کودک دارن. اما در ادامه هم ساسی با این کامنت نسبت به اظهارات داریوش فرزیایی واکنش نشون داد. ساسی گفت دقیقاً اینجا مشکل از خود توی داداش. از وقتی من بچه بودم صدا و سیما دستته، نتونستی جوری تربیتشون کنی با برنامه هات که از این آهنگا گوش ندن؟ پس سود تو چیه؟ پس چی کار میکنی تو اون خراب شده؟ بابا بس کنید. اول که من گفتم کار مثبت 18 هستش، دوم باز من اومدم. چقدر نامردین شما، 2 سال من آهنگ نخوندم. یک بار فکر نکردی مشکل از خودتونه؟ نه پس همه تو کلاب مست و پاره اردکی تک تک بذاریم؟ برو بابا ببین، من هستم هر سال یک بار، تو هستی هر روز یک بار. لعنتی بازی رو به من که نباید به بازی. آقا من دیگه چجوری بگم، آهنگ من مال بچه ها نیست، بچه شما گوش میده. مشکل تربیت توی نه من عمو جون. یه بودجه بگیر از صدا و سیما بده خودم یه آهنگ بسازم بتری کنی شبکه یکو، مثلا تک تک اردک، اردکی با شورتک، اینو بچه ها بیشتر دوست دارن. لام از تو بعید بود، من اگه اندازه تو با بچه ها سر و کار داشتم الان ارتش داشتم. میگفتم بشینید کل بچه های دنیا مینشستن، تو برشت کره رو هم نمیبره. در ادامه همسر ساسی هم از ساسی حمایت کرده و گفته من میذارم بچم آهنگای باباشو گوش کنه، زمانه عوض شده. خب دوستان نظر شما چیه؟ به نظرتون عمو پورنگ درست میگه یا ساسی؟ از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودین ازتون ممنونیم. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید.